درود بر فارسی زبان سراسر دنیا، شرف شرمش هستم با یکی از ویدیوهای یک اسپانی در امریکا. خب دوستان، امروز من اومدم حالا به واسطه اینکه از سالت لیک سیتی موف کردم، یا به قول معروف از اون ایالت جابجا شدم، اومدم تو این ایالت، اومدم واسه یک کمپانی بزرگ استخدام شم یا هایر کمپانی بشم. چرا؟ چون اینجا من این پرچمه رو میبینین، این پرچمه ها نوشته روش ناو هایرین، یعنی الان استخدام میکنیم. پرچمه ها رو در میساین دیدم، اومدم اینجا و چند تا نکته مهم به ذهنم رسید که بهتون بگم. اینکه حالا استخدام شدن توی امریکا، شما وقتی که تخصص هم داشته باشین به چند طریقه، یا از طریق وبسایت لینکدین رزومه دارین، اونجا آپلود کردین. خب چون خیلی از افراد این کار انجام میدن و شما شاید لوکال میخواید یه جا در نظر داری، مستقیما خودت میتونی پاشی بیای و رزومتو بیاری. من رزومه‌مو پرینت کردم و گذاشتم زیر این مجله که این رزومه من، که تا نشه قشنگ باشه و روش های رزومه نویسی هم که تو اینترنت هست و یه سری آپشن هایی هم، نمیشه گفت آپشن، یه طراحی های رزومه ای هست که شما مثلا میزان کاری که انجام دادی میتونی توی یه جایی بودی مثلا به صورت دایره در نظر بگی که چند وقت اونجا بودی، چقدر چیکار کردی، چه دو کورس ها رو گذروندی، به صورت درصد، به صورت دایره خیلی قشنگ‌تر باشه. و مخصوصا واسه رشته های فنی مثل من توی چشم میاد که مثلا این فرد خلاقیه، این فردیه که دارای یک چی میگن هوش روانی، هوش خلاقیت، این پارامترهایی که اضافه بر هوش ریاضی این داستان هست، یعنی این طرف داره. و مثلا یه رشته مثل فرض کنین طرف بحث مارکتینگ و فروش داشته باشه، بحث شیپینگ و دیزاین باکس و اینسو داشته باشه، یه همچین رزومه داشته باشه، همون اول خودش نشون داده به عنوان این نمونه کار که من خلاقیت هم تو این زمینه بالاست. بس این یه نکته دیگه که تو ذهنم بود، حتما لباس شیک، تر و تمیز، اینطور که یه مشخصه. حالا من چون جای دیگه هم الان مشغول کارم، لباس فرم اونجا تنمه و حتما من میشونستم این کاغذ رو با این مجله دستم بگیرم برم تو، حتما یه کیف با کلاس، حالا نمیدونم این حالا خیلی با کلاسه، یعنی یه کیفیه که داستانم داره تهیه این کیف، یه ویدیو دیگه میگم واسهتون، یه کیف با کلاس دستتون باشه که واقعا اون داستانی که ما تو ایران داریم میگیم که عقل طرف تو چشمشه، اینجام هست، به این چیز اهمیت میدن. و نکته دیگه کیف و رزومه و دیگه چی به ذهنم میرسه، 4 تا چیز بود که اومدم ویدیو رو روشن کنم. ها، اون ساین هایرینگ هم بود که گفتم واسه تونا دیگه، همین. حالا پروسه من چی شد؟ این بنده خدا یه کاغذ به من داده، گفته که مشخصات رو پر کن، رزومت هم بهش اتچ کن، روز سه‌شنبه بین فلان ساعت میتونی بیای، میتونی هم نیای، بندازی تو اون جعبه قهوه‌ای که اونجاست، جعبه قهوه‌ای اونجا هست، با تماس میبرن. من ترجیح میدم که خودم رزومه دستم بگیرم بیام اونجا، هم نزدیک به منه، هم این که ببخشین بالاخره اسمانی هستم، این همه مردم شهرم زحمت کشیدن روی مسائل حسابگری و این داستان ها، چون این کارخونه از لحاظی کارش سبکه و
به قول معروف سیستمایی که کار میکنن سیستمای خیلی سنگینی نیست، موتور گیر بوکس چند تونی این چیزا نده، همه زازه این که به آدم فشار نیاد، محصولاتش محصولات سبک تولید میکنه، چون محصولات سبک تولید میکنه در لاجرم اون موتور گیری بوکس کانویر نوار نقال این چیزایی هم که داره کوچیکتره، سبکتره و از لحاظ سیفتی و این چیزا هم خب اینا پارامتریه واسه انتخاب شو، تا اینکه مثلا بری مثلا یه چیزم من داشتم از لینکین، یه کارخونه است بالانس رینگ های تولید شده و این چیزا، مینتیننس دستگاه های تنظیم بالانس رینگ ها و خب اونجا خب سنگینه دیگه، وقتی که مثلا یه رینگ حداقل 20 کیلو وزنشه، حالا حساب کنین متعلقات دستگاه و این چیزا میخوای حالا پایین کنی، دستگاه رو میخوای چک کنی و یا حالا هر تمام اجزای این دستگاه، اینجا نسبت به اون کارش خب سبک‌تره. این نکته رو من توی همین امریکا از یه دوست عزیزی که همینجا توی ویدیو یادش میکنم میگم، به نام آقای فرزاد خان، حالا اسمش هم فاملش هم نمیگم، شاید ناراحت بشه ولی شاید هم خوشحال بشه، آقای فرزاد بهامی اصلا جامعه سلام میکنم، ویدیو هم برش میفرستم و این نکته رو بهم یاد داد که توی امریکا حواست باشه به اینکه اون جابی که میگیری سختی کارش چقدره، فقط همش پول نیست، سلامتی خود انسان هم مطرحه، بحث کیفیت هوا. مثلا من توی کارخونه کار میکردم، کارخونه یکی از کارخونه نون تو امریکا که تو یوتا بود و چون اینجا یه آونای خیلی بزرگ، یعنی میگم آون از سر اون ساختمون تا نصف بخواهی یا شاید هم بزرگتر، این با نقاله آون بود به همین بزرگی، حالا یه دو سه متر اون بالا رو نداشت، که ما بعضی وقتا برای سرویس میرفتیم سقف آون، فنا رو تمیز کنیم، تعمیر نگهداری داشتیم، 6 متر که میرفتی بالا دما دو برابر بود، مثلا اگه پایین 35 درجه بود 40 درجه بود بالا حداقل 50 بود، به اضافه این که چون توی این آونا روغنی که به نون اضافه میکردن این روغن ها میسوخت، همیشه توی این کارخونه یه دودی هست، همه الان هم داره کار میکنه و خب کیفیت هوا مطرحه. و مثلا من یه سابقه کار دارم توی شرکت ادواردز که تجهیزات قلب و استند قلب و لوله هایی که واسه یه آنژیو این چیزا میسازه اونجا بودم، چون اونجا باید همه چی تمیز می بود، همه چی باید استریزه بود، بالای سرمون ما یه آنادایزر هوا داشتیم که بهترین هوا رو باشه اونجا بدون میکروب. اینا رو میگم که اصلا ببینید چقدر تفاوته. خب من خیلی اونجا لذت میبردم، به اضافه که وقتی میمدی خونه اصلا خسته نبودی، هوای خوب تنفس کرده بودی و به اضافه که خب کارت هم سبک بود، تازه انرژی هم داشتی. من شیفت شب بودم، از شیفت عصر از 4 شروع شد تا 2:30 بعد از ظهر، تا 2:30 شب وقتی میرسیدم خونه سر حال و سر کیف و انرژی بهترین هوا رو تنفس کرده بودم، دو ساعت 6-7 صبح اصلا خوابم نمیبرد. خب یه دوست عزیزی هم اینجا داره، نمیدونم بحث ادورتایز و این چیزا داره، فیلم برداری عکس دونه عکسش در آورده، میخواد عکس برداری کنه فکر کنم واسه کاتالوگ چیزی. خب دوستان این چیزایی بود که به ذهنم رسید، شاد باشید، در پناه حق، لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، این لایکی که میزنید حمایت میکنید از ویدیو من، خواهش این لایک رو بزنید، حالا اگه سابسکرایب ببخشید سابسکرایب که کردین حتما، حالا اگه اشتراک نمیگذارین حتما این لایک رو بزنید، سپاسگزارم، ممنون میشم، شاد باشید.